مراد ویسی اینجا در استودیو به ما پیوسته مراد در شرق سوریه چه خبره؟ بین جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش از یه طرف آمریکا و اسرائیل هم از یه طرف در شرق سوریه سر یه جاده استراتژیک یه دعوای راهبردیه. این جاده استراتژیک چیه؟ نیروی قصر جمهوری اسلامی در زمان قاسم سلیمانی تلاش میکرد که یک به بسازه برای رسوندن تدارکات و و سلاح به گروه نیابتی از تهران به بغداد، از بغداد به دمشق، از دمشق به بیروت این جاده در شرق سوریه از منطقه دیر و زور عبور میکنه امریکایی ها دو تا پایگاه دادن در شمال و یکی در حسکه دارن، یکی هم در تنف دارن در نزدیک مرز اردن آمریکایی‌ها مدام دارن این منطقه دیروزور رو بمباران میکنن که جلوی استقرار سپاه و گروه های نیابتیشون رو بگیرن سپاه پاسداران اونجا میخواد یه پایگاه امام علی بزنه که این سلاحا و تدارکاتی که از عراق میره و از میره شرق سوریه میره دیروزور اونجا میره دمشق دمشق میره لبنان برای حزب الله و حماس و بقیه گروه های نیابتی دنبال اینن که اون مسیر رو باز نگه دارن امریکا و اسرائیل هم مدام بمباران میکنن که این مسیر ایجاد نشه یه نبرد راهبردی بین دو طرف چرا؟ جمهوری اسلامی این جاده رو مثل یه لوله میبونه. مثل یه لوله نفتی میبینه که تو مسیر داره نیروهای نیابتی خودش رو تغذیه میکنه سلاح میده به گروه های نیابتیش در عراق سلاح میده به گروه های نیابتیش تو سوریه ته خط هم سلاح میرسونه به الله و حماس و گروه های دیگه که مورد ماهیت جمهوری اسلامی هن. اسرائیل هم تو جنگ سوریه و آمریکا به این نتیجه رسیدن جمهوری اسلامی و روسیه که رفتن از اسد حمایت کردن که اسد سرنگون نشه الان نباید اجازه بدن پای جمهوری اسلامی در سوریه سفت بشه چون اگر اونجا مستقر بشه سوریه رو تبدیل میکنه به یه پایگاه نظامی لب مرز اسرائیل اسرائیلیا در واقع از این نگرانن که در منطقه جولان جمهوری اسلامی و گروه نیابتیش برن بچسبن به مرزهای جولان اونجا در مقابل اسرائیل و برای اسرائیل مزاحمت جدی ایجاد بکنن در همین چارچوب بمباران همین هفته تو حلب هم در چارچوب اینه اسرائیلیا فرودگاه حلب رو به این دلیل مدام دارن بمباران میکنن که جلو ارسال تسلیحات از جمهوری اسلامی به حزب الله و بقیه گروه ها رو بگیرن با توجه به این وضعیت پیچیده ای که شعر دادی فکر می‌کنی که آینده به اصطلاح این تنش ها چه, با... چه میشه ببین این درگیری ها 3 4 سال بین اسرائیل و آمریکا از یه طرف جمهوری اسلامی و های نیابتیش از طرف دیگه هست بحث جدیدی نیست از اواخر 2017 که جمهوری اسلامی و اسد حلب رو گرفتن اومدن شرق سوریه و منطقه دیرزور رو گرفتن نبرد اونجا شدید شده و جمهوری اسلامی میخواد گروه های عراقی و سوری رو اونجا مستقر کنه این گروه های نیابتی مثل حزب الله عراق هم که اون ابو مهدی مهندس رئیسشون بود اونجا در غرب عراق و شرق سوریه تو منطقه قائم مستقرن بمبارانات از دو طرف ادامه داره اینا حملات پهبادی میکنن اسرائیل و آمریکا هم حملات هوایی میکنن فکر نمیکنم در این مقطع در اونجا به یک جنگ گسترده تر منجر بشه اتفاقا این نبردی که بین اسرائیل و آمریکا از یه طرف جمهوری اسلامی گروه نیابتیش در شرق سوریه در جریانه دو طرف اصلا علنیش خیلی نمیکنن بگن که چیه جنگیه که کسایی که پیگیر موضوعن میتونن نشانه هاشو ببینن که بمباران همین هفته حلب ارتباط داره به همین درگیری که در ساعت گذشته در دیرزور رخ داده و مراد فکر میکنی که با توجه به وضعیتی که ایران الان داره در منطقه و فشار که اسرائیل داره میاره به ایران به خاطر فعالیت های هستیش فکر کنیم وضعیت چقدر می‌تونه به مرتبط باشه و شرایط آمریکا و اسرائیل در برابر ایران من یه جای دیگه احتمال جنگ رو بالا با میدونم یعنی متحلیل اینه ما در ایران با یه دوگانه یا انقلاب یا جنگ رو برو هستیم یا مردم ایران جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن و مردم ایران و منطقه و دنیا از جمهوری اسلامی راحت میشن یا اگر جمهوری اسلامی بمونه و همین برنامه هسته‌ای رو به همین مسیر ادامه بده و برجام هم احیا نشه به احتمال زیاد شاهد درگیری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی خواهیم بود حتی اگر در دولت بایدن این اتفاق نیفته که احتمالش بالاست به دلیلی که جمهوری اسلامی داره در سطح 90 درصد غنی میکنه و جنرال مایلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت دو هفته ای هم میتونن بمب تولید کنن اگر حتی در دوره بایدن این درگیری رخ نده جمهوری اسلامی بمونه به محض اینه که یه رئیس جمهور جمهوری خواه در امریکا بیاد سر کار یعنی اواخر سال 2024 من پیش بینی این بوده که شانس شروع جنگ میره بالا که البته چیزیه که جمهوری اسلامی پیگیرشه اگر جنگ اتفاق بیفته اولین و آخرین مقصرش جمهوری اسلامیه و تنها چیزیه که مردم ایران نمیخوان من خودم همیشه با جنگ مخالف بودم چون جنگ رو از نزدیک تجربه کردم خودم جنگ آسیب شو جنگ ایران عراق رو دیدم ولی اگر جنگی بین جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل رخ بده اولین و آخرین مقصرش جمهوری اسلامیه و مردم ایران ضرر میکنن امیدوارم قبل از اینی که اون اتفاق بیفته مردم ایران به امید و آرزوشون برسن و از جمهوری اسلامی عبور کنند هم مردم ایران به حکومتی که میخوان برسن هم منطقه و دنیا یک آرامشی از دست جمهوری اسلامی ببینن ممنون از مراد ویسی